ما درون را بنگریم و حال را در داستان داوود و جولیات تمرکز بیشتر روی بزرگی جولیات و کوچکی داوود است و این در نگاه ظاهری به سن و وزن و هیکل آنها کاملا درست است ولی با نگاهی به حالت درونی آنها می‌بینیم داوود کوچک بی نهایت بزرگتر بی نهایت قدرتمندتر و بی نهایت مسلحتر از جولیات است. داوود عملا فرماندهی جنگ را به دست گرفته بر صحنه کاملا مسلط است و نتیجه پیروزمندانه را قبل از شروع جنگ با اطمینان اعلام می کند و میگوید خداوند امروز تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و من امروز جسم بیجان تو را به مرغان آسمان خواهد داد اول ساموئیل 17:46 بزرگی یک شخصیت است که هر کسی در هر سنی می تواند داشته باشد. بزرگی یک نقش است که هر کسی در هر سنی می تواند آن را ایفا کند. بزرگی یک انتخاب است که هر کسی در هر سنی می تواند انتخاب کند. رمز پیروزی داوود بر جولیات چیست؟ اول سموئیل هفته چهل تا چهل داوود می داند به اسم یهوه خدای لشکرها وارد جنگ می شود. داوود میداند جولیات شکست خورده چون با حرمت نام خدا می داوود میداند که جنگ از آن خداوند است و جولیات را تسلیم می کند. داوود میداند که پیروزی نتیجه شمشیر نیست بلکه نتیجه اقتدار خداست. باید اندازه بزرگی جلیات زندگیت را با اندازه بزرگی خدایت مقایسه کنید تا بتوانی مانند داوود جسارت روبرو شدن با او را داشته باشی وگرنه مقایسه جلیات با اندازه و توانای خودت از تو شاول ترسو و سربازان بزدلی می سازد که در برابر جلیات های زندگی حتی جرأت نفس کشیدن هم ندارند. این است معنی تعلیمی که مسیح فرمود. هر که کوچک بودن خودش را قبول کند بزرگ بودن من را قبول کرده و هر که بزرگ بودن من را قبول کند اگر کوچکترین هم باشد در نبرد زندگی بزرگترین شما خواهد بود. لغا 9.48 دوست عزیز در ایمان به عظمت و اقتدار کلمه زنده خدا عیسی مسیح هر کسی در هر سن و در هر جنسیت و هر موقعیتی میتواند بزرگی و رهایی و پیروزی بر مشکلات را تجربه کند حتی اگر مشکلاتش ظاهرا بزرگتر از خودش باشد جلیل سب